جناب خدا، ارائه امروز از سلسله سمینارهای آزمایشگاه نورس درباره موضوع سمارت هلت کیر در شهرهای هوشمند است و امیدوارم که براتون مفید باشه. اگر اول بخواید یه تعریفی از شهر هوشمند ارائه بدین، خب تعریف یکسانی وجود نداره. تعریفهای متفاوتی هست، اما چند تا نکته هست که تقریبا توی تمام تعریفها یکسان هست و خلاصه اون اینه که هدف کلی ما اینه که با استفاده از داده هایی که از شهرمون به دست میاریم و با استفاده از تکنولوژی که داریم بیایم سعی کنیم عملکرد اجرایی رو در سطح شهر بهبود بدیم، به طوری که در نهایت کیفیت زندگی شهروندا ارتقا پیدا بکنه. و خب همه اینها هم باید با توجه به منابع محدودی باشه که در اختیار داریم. با توجه به این تعریف متوجه میشیم که هوشمند بودن یک شهر جنبه های خیلی متفاوتی داره. بعضی از این جنبه ها رو ما توی سمینارهای قبلی و سمینارهای بعدی که قرار داشته باشیم بهشون پرداختیم، مثل موضوع سمارت ترافیک، مثل موضوع سمارت ترانسپورتیشن، مثل سمارت سکیوریتی و حالا یه سری از موضوعاتی هم که ما بهش نمیپردازیم، مثل سمارت انرژی، سمارت بیلدینگز و سمارت هوم. اما از بین همه اینها چیزی که ما امروز میخواییم به طور خاص بهش بپردازیم موضوع سمارت هلس هست. اینکه چطور میتونیم سلامت رو در شهرمون هوشمند بکنیم. خب خود هلس کیر هم خیلی جنبه های متفاوتی داره. جنبه های مثل مانیتور کردن شرایط سلامت یک فرد، مثل اینکه بیماری رو تشخیص بدیم، مرحله بعد از اینکه بیماری رو تشخیص دادیم اینکه براش درمان پزشکی ارائه بدیم و توی برخی از موارد هم بعد از درمان یه سری مراقبت ها یا توان بخشی های لازم هست، که خب ما همه این جنبه ها رو میتونیم هوشمند کنیم تا بتونیم عملکرد بهتری توش داشته باشیم. پس مسئله سمارت هلث کیر مسئله وسیعی هست و خیلی سوال ها و راه حل های گسترده ای توش وجود داره. ما امروز میخواییم به یکی دوتاش بپردازیم. یه مقاله رو با هم دیگه بررسی میکنیم که بیشتر از بین این جنبه هایی که گفتیم در مورد مانیتور کردن شرایط سلامت یا تشخیص بیماری هست. مقالمون مقاله ایه که اخیراً چاپ شده تحت عنوان GPS Driving A Digital Biomarker for Preclinical Alzheimer's Disease. بایومارکر ها به طور کلی هر چیزی مثل هر مولکول یا هر فاکتور دیگه ای هستن که بتونن نرمال یا غیر نرمال بودن یک فرآیند رو برای ما مشخص کنن. به عنوان مثال اگر یک ژن رو به عنوان یک بایومارکر در نظر بگیریم، حضور یا عدم حضور اون ژن به عنوان یک بایومارکر میتونه به ما بگه که آیا بیماری خاصی وجود داره یا وجود نداره. و خب این مقاله در واقع میخواد بیاد از داده های جی پی اس به عنوان یک دیجیتال بایومارکر استفاده کنه برای اینکه تشخیص بده آیا افراد دچار بیماری آلزایمر هستن یا نه. یک توضیح اول در مورد خود بیماری آلزایمر بدیم. این بیماری رو میشه به دو مرحله تقسیم کرد. یه مرحله سیمتوپاتیک ایدی هست، یا مرحله که نشانه های بیماری توی فرد دیگه مشخص شده و رفتارهای روزانش رو تحت تاثیر قرار داده، که توی این مرحله فرد دیگه به مراقبت های خانگی یا حتی بستری شدن توی بیمارستان نیاز داره. و خب توی این مرحله هم درمان و هم نگهداری شامل هزینه‌های خیلی زیادی میشه. اما یه مرحله قبل از سیمتوپاتیک ایدی، مرحله پریکلینیکال هست. توی این مرحله نشانه های بیماری هنوز بروز پیدا نکردن، در نتیجه رفتارهای روزانه فرد مثل حالت عادیه، اما یک سری تغییرات توی مغز اون فرد شروع به اتفاق افتادن کردن و در واقع روند بیماری داره شروع میشه. و اگر بخوایم درمان رو شروع کنیم با هزینه های کمتر و حالا نتیجه بهتر، خیلی بهتر هست که توی این مرحله ما بیایم بیماری رو تشخیص بدیم تا بتونیم روند درمان رو سریعتر شروع بکنیم. پس به یک تشخیص زودهنگام نیاز داریم. اگر بخوایم از روش های زیستین تشخیص رو انجام بدیم،
یه سری روش هایی مثل تصویر برداری یا نمونه برداری وجود دارن که خب اونها رو میشه انجام داد و تشخیص داد که اون فرد بیماری رو داره یا نه، یعنی در مرحله پریکلینیکال هست یا نه. اما یه نکته که وجود داره اینه که درسته که اون فرد توی رفتارهای روزانش تغییری ایجاد نشده نسبت به قبل، اما وقتی که به یک رفتارهای پیچیده ای میرسیم مثل رفتارهایی که قسمت شناختی مغز درگیر میشن، میشه نشانه هایی از بیماری رو دید که یک نمونه از این رفتارها جهتیابی جغرافیایی و یا رانندگی هست و این ایده اولیه‌ای بوده که ما بیایم از رانندگی یک فرد و جهتیابیش متوجه بشیم که آیا مبتلا به این بیماری هست یا نه. خب برای اینکه بیایم رانندگی یک فرد رو ما ارزیابی بکنیم، یه سری تست ها وجود دارن که بیان فیتنس تو درایو اون فرد رو در واقع ارزیابی کنن. خیلی از این آزمایش ها به صورت شبیه ساز هستن و مشکلی که دارن اینه که توی محیط آزمایشگاهی انجام میشن و خب یک سری عملکردهایی که اون فرد طی رانندگی عادی باهاش سر و کار داره رو نمیشه مورد ارزیابی قرار داد. پس تمایل بیشتر ما به این سمته که بیایم یک شرایط عادی رو برای اون فرد فراهم کنیم و توی اون شرایط عادی عملکرد رانندگیش رو ارزیابی کنیم و به خاطر همینه که از GPS استفاده میشه تا به راحتی بتونه روی خودروی اون فرد نصب بشه و نه فقط یکی دو بار، بلکه توی یک زمان طولانی مدت اتفاقا بتونیم رانندگیش رو بررسی بکنیم. برای همین هم توی این مقاله از یک GPS دیتا لاگر استفاده کردن که یک سری پارامترهای مختلفی رو میاد ذخیره میکنه. این پارامترها زمان، تاریخ، طول و عرض جغرافیایی و همچنین وقتی که ماشین در حال حرکت، سرعت اون در هر 30 ثانیه هست. GPS data logger این اطلاعات رو برای ما ذخیره میکنه، ولی خب مسئله که هست این اطلاعات خیلی اطلاعات خامی هستن و همینطوری نمیتونیم ازشون استفاده کنیم یا نتایج خیلی خوبی ازشون نمیگیریم. بهتر هست که ما بیایم با استفاده از این اطلاعاتی که رکورد شدن یک سری فیچرهای دیگه ای تعریف بکنیم و از اون فیچرها استفاده بکنیم. در واقع کاری که میخوایم بکنیم اینه که بیایم یک سری معیار تعیین بکنیم که بر اساس اونها بتونیم رفتارهای رانندگی یک فرد رو ارزیابی بکنیم. و خب چون ما داریم با جی پی اس ها کار میکنیم، پس میایم یک سری شاخص ها رو بر اساس این جی پی اس ها تعیین میکنیم که به دو دسته کلی تقسیم میشن. دسته اول درایوینگ پرفورمنس هست که شامل اطلاعاتی مثل سرعت، مثل شتاب، مثل ویکل جرک کاراکتریستیکس که در واقع رفتارهای تند و ناگهانیه که یک فرد توی رانندگی داره میشه، و اگرسیو درایوینگ ها که در واقع این چیزایی میشن مثل ترمز ناگهانی یا گاز دادن ناگهانی. درایوینگ پرفورمنس شامل این ویژگی ها میشه. دسته دوم دسته درایوینگ اسپیس هست. این دسته از ویژگی ها میان میبینن که سفرهایی که فرد در طول روز رفته از نظر زمانی و فضایی، یعنی موقعیت جغرافیایی، چه ویژگی هایی داشته. حالا برای اینکه بیایم اینا رو بیشتر بررسی بکنیم یه تعدادیشون رو ببینیم. این ویژگی ها رو توی این مقاله در واقع اومدن از همه کارهایی که توی این حوزه شده، یعنی توی حوزه اطلاعات بر اساس جی پی اس شده، همه فیچرهایی رو که توی کارهای پیشین انجام دادن در واقع بغل هم جمع کردن و خب از نظر اینکه چه فیچرهایی میشه بر اساس جی پی اس طراحی کرد، نمونه های جالبی هستن. دسته اول که درایوینگ اسپیس هست، اگر بخوایم نمونهاش رو ببینیم، مثل average trip distance که میانگین کل مسافتی هست که فرد در طول مدتی که اطلاعات رکورد شده طی کرده، total travel distance که کل مسافتی که طی کرده، number of trips که تعداد تمام سفرهاست، یعنی هر دفعه که شروع به سفر کرد تا پایان سفر رو یک بار در نظر گرفتن، و تعداد کلیش،
شعاع کلی مسافت هایی که طی کرده، یعنی حالا از یک نقطه مبدا اگر بخوایم در نظر بگیریم چقدر کلا دور شده، انتروپی که در واقع میاد بررسی میکنه که اون فرد چقدر مقصدهای رندوم یا غیر قابل پیش بینی رو بهش مسخر زده، تعداد سفرهای شبانه و تعداد مقصدهای یونیکی که اون فرد طی کرده. اگر بخوام یک مثالش رو بگیم، توی کارهای دیگه که انجام شده نه این مقاله، به طور مثال نشون دادن افرادی که دچار سیمتوپاتیک ایدی هستن تعداد مقصدهای یونیکی که بهش سر میزنن نسبت به افراد عادی خیلی کمتر هست، که خب این جالب هست، یعنی فیچری هست که توی سیمتوپاتیک ایدی مستقیما در ارتباط هست. اما دسته دراوین پرفورمنس ها شامل اطلاعاتی میشن مثل تعداد ترمز ها، تعداد شتاب های ناگهانی اون فرد. اگر که یک سرعت نرمال رو برای رانندگی یک فرد در نظر بگیریم، میزان سرعتی که بیش از اون حد نرمال داشته و کمتر از اون حد نرمال داشته و میانگین پارامترهایی مثل سرعت، شتاب و اوریج جرک که میشه در واقع نرخ تغییرات شتابی که داشته، و اینها مجموعه فیچرهایی هستند که ما از اون اطلاعات خام جی پی اس اون به دست میاریم و حالا میخوایم بر اساسش بریم تصمیم گیری بکنیم که یک فرد یا یک سمپلی که داریم با استفاده از با توجه به این ویژگی ها جزء کدوم یکی از دسته بندی ما که افراد پیر کلینیکال ایدی و غیر پیر کلینیکال ایدی هستن قرار میگیره. اما به جز این حالا ویژگی هایی که بر اساس جی پی اس معرفی کردیم، از یک سری بایو مارکر های زیستی هم استفاده شده توی این مقاله به عنوان ورودی مثل CSF و APOE جنوتایپینگ. این دو تا شاخص زیستی هستند که با استفاده از روش های زیستی که گفتیم مثل نمونه برداری انجام میشن و به ما میگن که از نظر زیستی اون فرد مبتلا هست یا نیست. و خب به جز اینها یک سری اطلاعات جانبی دیگه ای مثل سن، میزان تحصیلات، جنسیت و سایر موارد هم در نظر گرفته شده که داده‌های کلینیکال ما هستند و از اینها هم استفاده شده. اما برای حل مسئله از یک روش ماشین لرنینگ استفاده کردن. خود مسئله رو که گفتیم یک مسئله کلاسیفیکیشن داریم، کلاس اول ما افرادی که پی ای دی ندارن و کلاس دوم افرادی که مبتلا به پی ای دی هستند، که خب برای انجام این مسئله کلاسیفیکیشن ما میتونیم از روش های مختلفی استفاده کنیم. توی این مقاله از الگوریتم رندوم فارست استفاده کردن و یک سری نکات رو گفتن که تاثیرگذار بوده توی انتخاب این الگوریتم. اول دقت این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم های کلاسیک ماشین لرنینگ که خب دقت کاملا قابل قبولی داره. دوم قابلیت تفسیر پذیری نتایجش که این ویژگی مهمی است. همونطور که بعدا میبینیم علاوه بر اینکه برای ما دستبندی دو تا کلاسمون مهم هست، این که ببینیم چه فیچرهایی مهمتر بودن از بین همه فیچرهایی که به مدل دادیم، در واقع اینکه بفهمیم که مدل چه فیچرهایی رو انتخاب کرده برای اینکه دقت دستبندی خودش رو بالاتر ببره، این ویژگی هست که الگوریتم رندوم فارست داره و به طور مثال خیلی از الگوریتم های دیپ لرنینگ ندارن و این مسئله توی این مقاله هم مهم بوده. ویژگی بعدی این که رندوم فارست داده های با ابعاد بالا رو خوب هندل میکنه و همینطور نسبت به داده های پرت هم مقاوم هست. اما برای مجموعه ورودی هایی که اومدن به مدل دادن، خب از بین همه فیچر هایی که گفتیم 4 دسته فیچر طراحی کردن، 4 دسته مجموعه در واقع، و روی هر کدوم از اونها مدل رو اجرا کردن تا بتونن نتایجش رو بعدا با هم دیگه مقایسه بکنن. مجموعه اول فقط اطلاعات زیستی هست، سن فرد و وضعیت APOE ایش. مجموعه دوم فقط اطلاعات رانندگی هست
و مجموع سوم و چهارم ترکیب اینها، به این صورت که مجموع سوم ویژگی رانندگی و سن فرد که خب احتمالا ترجیح بیشتری داره نسبت به اینکه ما بیایم مجموع چهارم انتخاب کنیم و وضعیت APU فرد رو هم دخیل بدونیم، به خاطر اینکه خب اصل همه این کارهایی که انجام دادیم برای این بوده که بتونیم یک جایگزینی پیدا بکنیم برای روش های زیستی که هزینهشون بیشتر هستند و بتونیم با روش های کم هزینه تری مثل استفاده از GPS و اطلاعات کلینیکال فرد بتونیم بیماریش رو تشخیص بدیم. اما بالاخره همه این مجموعه ها رو استفاده کردن که بتونن یه مقایسه روش انجام بدن و خب نتایجی که گرفتن رو اگر بررسی بکنیم، اگر به ستون FX score بخوایم نگاه بکنیم که بتونیم یه مقایسه بکنیم بین نتایج، خب میبینیم که با استفاده از سن و وضعیت APOE تونستن دقت 85% رو بگیرن، با استفاده از فقط داده های رانندگی به دقت 82 رسیدن، با استفاده از داده های رانندگی و سن به دقت 88 و خب با مجموعه همش میگم که به دقت 91. درسته که داده های رانندگی و به عنوان مثال سن نشون دقت کمتری نسبت به وقتی که از مجموع اینا به علاوه APOE هم استفاده کردن داره، اما چیزی که اینجا مهمه اینه که میتونیم بگیم که ما میتونیم از رانندگی به عنوان یک دیجیتال بای مارکر استفاده بکنیم، به خاطر اینکه تونستیم فقط با استفاده از این اطلاعات و حالا داده های کلینیکال فرد با دقت 88% که دقت بدی نیست، دقت خوبی هست، بیایم بیماری یک فرد رو گزارش بکنیم توی مرحله اولیه که خب کار ارزشمندی هست. و حالا به جز این نتایجی که به عنوان دقت دستبندی ارائه داده این مقاله، کار دیگه که کردن این هست که اون مسئله که گفتیم که بیان ببینن کدوم فیچرهای پر اهمیت تری بودن، اون رو هم آنالیز کردن با استفاده از الگوریتم جین ایندکس رندوم فارست. اومدن فیچرها رو بر اساس اهمیتشون سورت کردن که این الگوریتم در واقع میاد میگه که هر کدوم از فیچرها چقدر توی یادگیری مدل ما شرکت داشتن. اگر 5 تای اول رو بخوایم بررسی کنیم، 5 تا فیچر مهم اول، فیچر اول و دوم که خب APOE و سن فرد هستن، فیچر سوم average jerk هست، همون که گفتیم نرخ تغییرات شتاب یک فرد، و تعداد سفرهای شبانه اون فرد و شعاع در واقع مسافتی که نسبت به حالا یک نقطه به طور کلی طی کرده. اما حالا که توضیحات و نتایج رو دیدیم، یکم در مورد داده هایی که توی این مقاله استفاده شد صحبت بکنیم که میشه گفت در واقع جمع‌آوری داده پرچالش در این قسمت این مقاله بوده. اولا داده هایی که استفاده کردن یک داده های یک ساله هست، یعنی در طول یک سال جی پی اس روی خود روی افراد نصب بوده و به صورت مداوم اطلاعات رو ذخیره کرده و بعد ازش استفاده کردن. و خب این که شما بتونید همچین داده های یک ساله ای رو جمع آوری بکنید، اونم وقتی که مجموعه افرادی که میخواید روشون نمونه گیری انجام بدید مرتبط به یک جمعیت خاص هستن مثل جمعیت بیمار، خیلی سخت میشه، به خاطر اینکه شما اول باید مؤسسه یا مجموعه رو پیدا بکنید که اولا اطلاعات اون افراد رو داشته باشن، اطلاعات زیستیشون رو که مطمئن باشید مبتلا به بیماری هستن و حالا حاضر باشن در اختیار شما قرار بدن، و علاوه بر اون یک سری پارامترهای دیگر رو هم باید چک بکنید که به عنوان مثال توی این مقاله چیزهایی که چک شده این بوده که سن افراد بالاتر از 65 سال باشه، CSF collection حتما شده باشن، گواهی نامه رانندگی معتبر داشته باشن و اینکه به طور میانگین حداقل هفته یک بار رانندگی بکنن، که خب هر کدوم از این شرایط مجموع افرادی که شما میتونید استفاده بکنید رو انگار داره کوچیکتر و کوچیکتر میکنه. فکر میکنم توی این مقاله مجموع سمپلی که داشتن نهایتا 140 تا بوده حدودا، که خب واقعا تعداد کمی هست.
و درسته که حالا به نتایج خوبی رسیدن و والیدیشن هم انجام دادن از نظر کامپیوتری، ولی خب خیلی جای کار بیشتر داره که سمپل های بیشتری جمع آوری بکنن و واقعا نتایج قابل استناد بشه. یه راه دیگه به جز جمع آوری داده اینه که خب بیایم از دیتا ست های پابلیک و اویلیبل استفاده بکنیم که به این مشکل جمع آوری نخوریم، ولی از اون طرف هم باید ببینیم که چقدر واقعا دیتا ست هایی که مرتبط با مسئله ما باشن و کیفیت خوبی داشته باشن در دسترس هست. ولی به طور کلی خیلی داده های متنوعی با روش های متنوعی میشه توی این موضوع به کار برد، مثلا برای همین مسئله آلزایمر خیلی کارهای متفاوت دیگه ای شده با استفاده از حالا داده های دیگه ای، مثل داده هایی که توسط موبایل جمع آوری شدن، داده های از این دست و روش های دیگه ای مثل دیپ لرنینگ و سایر. خب اما همطور که اول جلسه هم گفتیم، حوزه سمارت هلت که در شهرهای هوشمند حوزه وسیعی هست و مسئله های متفاوتی روش تعریف میشه. اگر بخوایم چند تا از ریسرچ تاپیک های دیگرش رو به جز مسئله که بررسی کردیم خیلی خلاصه و کلی معرفی کنیم، یه مسئله پس پلنینگ هست برای خودروهایی که در سیستم درمانی استفاده میشن مثل آمبولانس ها. این که بیایم مسیرهایی که آمبولانس ها ازش استفاده میکنن مثل مسیرهای منتج به بیمارستان ها یا حالا مسیرهای پرکاربردشون رو بر اساس دیتاهای قبلی که از رفت آمدهاشون داریم، یه بیایم این مسیرها رو بهینه بکنیم حالا بر اساس زمان یا بر اساس مسافت، یکی از مسئله هایی هست که روش داره کار انجام میشه. یه مسئله دیگه مسئله دیزیز مانیتورینگ و پریونتیشن هست. اینکه ما بیایم به صورت هوشمند علائم بیماری رو مانیتور کنیم و ازش جلوگیری بکنیم که این اتفاق میتونه توی همه نقاط شهر بیفته به صورت هوشمند، مثلا توی درب آسانسورها یا درب ساختمانها میتونیم تجهیزاتی بذاریم که حالا علائم بیماری رایج مثل سرفه یا تب رو تشخیص بدن و یه مانیتور کلی روی بیماری ها داشته باشیم. این هم باز یکی از مسائلی هست که توی محیط شهری داره روش کار انجام میشه. یه مسئله دیگه مسئله هوشمند کردن بیمارستان های شهری هست که حالا بخش های مختلفی داره، مثل مثلا پیشنهاد کردن نسخه به صورت خودکار یا چک کردن سیفتی داروها و یا سرویس های کلی. مثلا یکی از مثال هایی که وجود داره Human Activity Recognition توی بیمارستان ها هست، اینکه بیان یک بیمار رو با استفاده از داده های تصویری یا ویدیو بررسی بکنن که چه حالتی داره، حالت خوابیده در تخت داره، نشسته داره، راه میره و شرایط عمومیش رو با استفاده از داده ها به صورت هوشمند اندازه‌گیری بکنن. یه مسئله دیگه هم که وجود داره دیزیز ترانزمیشن هست، اینکه بشه رد بیماری رو کنترل کرد که توی مثلا بیماری های واگیردار مثل کووید که الان درگیرش هستیم خیلی اهمیتش دیده میشه و یک نمونهش مثلا اپلیکیشن ماسک هست که داریم و میتونیم با استفاده از اون مثلا نقاط آلوده شهر رو با استفاده از دیتاهایی که جمع آوری کردیم ببینیم و خیلی ریسرچ تاپیک های دیگه هم هست که میشه روشون کار کرد و خیلی از ژورنال ها الان فراخوان دادن توی همین مسئله سمارت هلس که در شهرهای هوشمند با استفاده از AI که اگر علاقه داشتید میتونید حالا ژورنال های متفاوت رو فراخوان هاش رو ببینید و بقیه ریسرچ تاپیک هایی که وجود داره رو هم بررسی بکنید. این رفرنس هایی هست که به صورت عمده توی این ارائه استفاده شده، مقاله‌ای که بررسی کردیم و سایت فرانتیرز که یکی از ژورنال هایی هست که به عنوان مثال بردم که فراخوان داده به تازگی برای همین حوزه و میتونید اگر دوست داشتید نگاه بندازید. خیلی ممنونم از اینکه توجه کردید، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و هر سوالی که داشته باشید من در خدمتم.